شمال ختیځ کې تخار یو له هغه ولایتونو دی چې د لرې پرتو سیمو او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي له پخوا راهیسې غیر قانوني کان کیندنې کوي. تازه د قانونو وزارت لخوا د دغه خلکو په کاروبار بندیز لګول شوی چې ورسره جوخت د سلګونه کسانو کاروبار هم په ټپو درېدلی دی. اینمه حکومت چاستم کی امی کار آزاد کنه یا آبی لال میره ایجا افغانستان شرکت نیست مردم غریب کار در بدر است ایران میره پاکستان میره مثلا ترکیه میره مامو در بدر است اوجا رابطه باز اوجام کار نیست مردم مرده را استمت مردم زده را استم مردم خارجی را خارجا ام بچای افغانی ما مردم کلی چ الگ شده پات اومده نمی جهل چند نفر اومده از ایران اومده زیر دستم کار میکنه مگه بیخی وضعیت خراب ده خونه یک لقمه نون نداره که مثلا شو بخوره من نمی جام ما زیر کار ما کار کرده است ان شاء الله یک چیز میشه ما هم یک 400 500 هم غریب میشه دا په تخار کې د خواجه غار ولسوالۍ هغه دختی دی چې وازی بترې په بارانی کلونو کې خلکو د حاصلاتو تم درلوده خو اوس تازه پکې د زرو رګونه مندل شوی او سلګونه کسان پکې بوخت دی چې له دغه سپیرو خاورو په خپل هنر تلا راټول کړي تقاضا مردمی است که ساحه را اجازه بده که ما غریبه را پیش غریبی را می زرچه را پیش ببریم لب دریا را بند کرده حالا اینجا آمدیم هر روز از هر طرف هر رقم سخنا را میشنم میگه که بند میکنه میگه بند کنه خدا کنه که یک آرامش یک خبر خوش پیشنهاد که همین ساحه را آزاد کنه که ما کار کنیم یک لقمه نان حلال برای خانواده و فامیل پیدا کنیم د تخار ولایت د قانون رئیس دغه زیرویستون کی غیر مسلکی او کار نه قانونه بولی حقانی وای منی چې د قانونو له بندې سره د ګڼو کسانو کاروبار بند شوی خو د خلکو پر لپسې شکایتونه یې له مرکز سره شریک کړي او که امر ورته وشي بیرته به د زرمینځنې کاروبار ته اجازه ورکړي بعد از اینکه مکتوب شیخ صاحب شهابالدین دلاور به خاطر مسدودان معدن در ولایت تخار به ما وصلت ورزه بعد از چندین مرتبه به خاطر مراجعین که ما به شیخ صاحب خود ما اما یک مرتبه به حضور شیخ صاحب تشریف آوردیم تشریف بردیم که به خاطر از اینکه معدن اعلان شوه و بعد از اون پیشنهاد مردم در برابر روان است هر روز ما مردم پیشنهاد رای میکنیم و خصوصا اما شیخ صاحب وزیر معدن به ما وعده سپرده که در نزدیک وقت معدن ها به کار شروع میکنه و ان شاء الله کار معدن به زودترین وقت خصوصا زرشویه ها ان شاء الله به زودترین وقت آغاز میشه تخار کې د طلا او ډبرو سکرو سربیره د مالګې کانونه موجود دي چې د تیرو شلو کلونو راهیسې د څو تنو زورواکو او ناقانونه وسلوالو لخوا په ناقانونه توګه کیندل کیدل او له دې درکه به هر کال میلیونونه ډالر ترلاسه کول چې ملي خزانې ته به هیڅ ګټه نه رسیده عبدالله ساحل شمشاد نیوز تخار